سلام برای یوتیوب سوال اقتصادی هستم امروز میخوام یه ویدیو درست کنیم براتون راجب به گیاهخواری یه دونه ویدیو خیلی طولانی هم درست میکنیم راجع به همین موضوع با رضا فرشته که تو اون یکی کانال میاد بیرون اگه خواستین اونم نگاه کنین جالب خواهد بود چون رضا قبول نداره گیاهخواری و اصلا میخوام با هم بحث کنیم ببینیم به فوش و فوش کنیم میرسیم میاد چطور که گیاهخواری حرف چرا فکر میکنی اگه همه گیاهخوار بشن برای دنیا خوب نیست چیه این یه چرخه که وجود داره گوسفند یه عمری داره مثل انسان تا یه جایی زنده است بعد میمیره چه ما قبلش بکشیم چه نکشیم این گوسفن میمیره و فقط اگه نکشیم ما استفاده اون نکردیم همونطور که انسان یه جای به بعد میمیره گاو اگه شیرش رو ندوشی بخوای ماست کنی که بخوری اتفاقی نمیفته شیره اونجا هست ما شیر گاو ازش میدوزیم گاو به زور حامله میکنیم روزی که بچهش به دنیا بچهش ازش میکشیم گاو زجه میزنه گریه میکنه قشنگ میفهمه بچهشون ازش میگیرن بعد میبینیم میبندیمش برای تا که بتونیم از از او شیر میکشیم بعد که شیرش تموم شد دوباره حاملش میکنیم دوباره چش می میگیریم دوباره همین کار ادامه میدیم تا روزی که نتونه دیگه این کار بکنه روزی که نتونه بکنه میزنیمش تو صف گلنش رو میبریم از من اگه بپرسی من سه تا دلیل دارم که میگم همه آدما باید ویگن باشن دلیل یکش اینه که برای سلامتی تو خوبه فقط خودت یعنی خودخواهانه به هیچ کسی هم دیگه رب نداره دلیل دو اینه که تو باعث میشه یه موجود دیگر رو زجر ندی تو هم که بچهش ازش میگیری به زور میکشیش اینا و اینا حیونا میفهمن حتی ماهی میفهمه یعنی یک کسی دوست داره خیلی اصلا مثلا بچه هم ماهی درد رو نمیفهمه میخوام بفهمم که چقدر انسان احمقه چون فقط ماهی نمیتونه جیغ بزنه ما به این منطق رسیدیم که ماهی درد نمیفهمه ولی ماهی که از حساسترین ترین پوستا رو داره تو انگشت رو تو آب بهش نزدیک نشدی فرار میکنه یعنی اون حرکت آب رو میتونه توی زیر آب بفهمه این زجریه که تو داری میدی تو یه دقیقه چش رو ببن فکر کن اسبا از ما زودتر باهوش شده بودن بعد اسبام با اینکه ما حتی میتونیم بفهمیم علف خورن تصمیم گرفتن گوش بخورن چون گوش دوست حال کردن با مزش از همه گوشتام بیشتر با انسان حال کردن بعد تو خودت رو جای این این شخصیت ببین چقدر از روزی که اینو میفهمی تا روزی که بکشتن تو زج میکشی که آقا تو یه که تو داری منو اذیت میکنی اصلا تو احتیاجی به من نداری تو احتیاجی به درخت بخوری اولا تو که درخت بخوری برای خود سالم منم نمیگایی منطقه چیه که داری خودتو میگایی منم میگایی این منطقه انسانه سوم این چیز ما داریم کل کره زمین از بین میبریم به خاطر اینکه گوش بخوریم خیلی از این مزخرفات زیاده که اگر گوشت ارگ... اگه میوه ارگانیک میخواین میوه ارگانیک نمیدونم چیزا رو میکشه خب به غذای حیونا هم اسپری میزنن یعنی اون همش مزخرفه این چیزای لوس هست که به یه چیز نگاه میکنه یه طرفه نامردی بعد میان یه داستان درست میکنه ولی اگه میخوای واقعا بهش بکنی مقدار زمینی که ما باید از بین ببریم که این گاوا و الاغا توش به وجود بیان به علاوه مقداری از زمینی که باید از بین ببریم که محصولات بکنیم که بکنیم بدیم به این گاوا و لاغا بخورن و مقدار آبی که استفاده میکنیم که اون گلا رو درست بکنیم و این حیوانا رو بهشون بدیم کاملا وحشیانه است من عدد دقیقش رو نمیدونم دارم تو اون ویدیو کاملی که با رضا بیاد عدد دقیق میگم اون چیزهایی که ما میخوایم از گوش بگیریم توی گوشت وجود نداره توی کجا وجود داره توی باکتری که توی زمین و خاک هست و به خاطر کاری که داره میکنه این آمینو اسیدها رو درست میکنه گاف که میره علف میخوره خاکارم میخوره باهاش به خاطر همین آمینو اسیدی که تو زمینه وارد بدنش میشه بعد ما میریم گاوه رو میخوریم آمینو اسید میره طرف ما پس آمینو اسید تکنیکلی تو زمینه نه تو گاو حالا ببین اینجا چقدر دیگه غیرادیه. الان چون ما خیلی تمیز شدیم و گاوه رو بریم تو زمینه که زمینش دیگه زیرش مثلا به بتونه کثیف نیست هیچی خاک آشغال کثیفی نداره دیگه گاوا آمینو اسید ندارن کاری که میکنن آمینو اسید رو با آمپول اد میکنن به گاو حالا یا میزنن بهش یا تو غذاش اضافه میکنن من دوباره پروسسش رو دقیق نمیدونم برای من مهم نیست ولی آمینو رو بهش اد میکنن الان بخوره پس تنها بزرگترین دلیلی که داشتن آمینو اسید رو دارم اشتباه میگم فکر میکنم ویتامین b 6 اگه اشتباه نگم میگم حالا من این ریسرچش رو انجام دادم روی کاغذ میخوام دقیق ولی مهم نیستش تمام سبزیجات دنیا تمام آمینو اسیدا رو دارن توش خب یعنی از گوش خیلی بهتر هم کار خواهد کرد بعد تمام ریسرچ ها و اینا نشون میده که تو اگر گوش نخوری بهتر میخوابی بهتر را میری بدنت قوی تر سالم بهتر ترتیب خانم تو میدی شونبول گندتر میشه همه تحقیقات واقعی دندونامون هم نشون میده که ما علف به خاطر همین دندون این ریختی فقط دو اینجا داریم که اون دو تیزی هم که داریم واسه گوش نیست واسه ترسوندن نفر جلویی وقتی پاسیم دعوا کنیم تا اگه به گوریلار نگاه کنیم وقتی دعوا میشه دندونشون که خیلی در نشون میدن گوشتی که ما میخوردیم از حشرات بوده کرم و چیزای کوچولو میخوریم که میمونم الان میخوره ما به خاطر اتفاقاتی که تو دنیا افتاده با گوشت آشنا میشیم من نوعی نباید گوشت بخورم چرا میخورم چون بهش اعتیاد دارم چون از روزی که به دنیا اومدم بهم دادن همونجور که نباید گل بزنم همونجور که نباید مشروب بخورم همونجور که نباید کافی بخورم چون به هم دادن خوردم بهش گیر افتادم گوشتم مثل یه موادی که بدترین مواده چرا؟ چون اون تنها کسی که عاقل میشه به یه گروه و میگه آقا من دیگه نمیخوام سیگار بکشم من دیگه نمیخوام الکل بخورم من دیگه نمیخوام گوش بخورم آفرین سیگار نمیکشی باری کلا خیلی تو قوی آفرین مشروب کنار خیلی بدن خوش شد پوست تازه شده ها اسکل نه گوش نمیخوره داتی نه نه او بیا بیا برای تو تو برو تو حیات شام تو بخور تو ما خود یعنی بدترین اعتیاد دنیاست چرا چون گفتم انسان همه احمقیم و این حرفای خیلی حرف های که من خیلی فیساغورسی نبود خیلی ساده بود گفتم آقا کلا سه دلیل داری که آقا چرا ویگن باشیم دلیلی هم که میگن چرا ویگن نباشیم همش مزخرفه یک درصد واقعی نیستش خب یعنی هر میخواد بیاد به استودیو میدم بهش توضیح میدم بهش یه ویدیو میگم نگاه بکنه هر که دوست داشته باشه اینی هم که میگن گوش بخورین انرژی کم میشه اینو همش رو مغزته آدمایی هستن که گوش میخورن المپیک مدال میبرن به طور غیر عادی یعنی مثلا هیچ انتظار نداشته این آدم ده سال اومده نتونسته المپیکو ببره بعد تبدیل یهو گوش رو میذاره کنار بعد المپیکو میبره تو سن 35 سالگی بعد جوان ترین کسی که تو المپیک مدال طلا برده 27ه یعنی همه چیش غیر عادیه مثلا اینکه مثلا یه نفر همه آدما سیگاری هن بعد زیرابی هم داریم شنا مسابقه میدیم بعد یکی دوستان 35 سالگی سیگار میذاره کنار بعد اول میشه چی میگن همه میگن به خاطر سیگار گوشی کنار ششت باز شد دیگه چرا الان راجع گوش اینو نمیگن راجع به خانومه که آقا خانومه گوش میخورد ده سال هم سعی کرد نتونست بشه دو سال گوش نمیخوره اومد المپیک شد نفر اول طلا گرفت خب این یه چیز خیلی خاصه بعد از اینا ده ها صد از این مثال ها هست دلایل دیگه ای که فکر میکردن گوشت خوبه آدمای پولدار به خاطر اینکه چوسی میاد مثل خاویار مثل خاویار که الان گرونش که احتیاج نداره بخوره گوشت یه زمانی یه غذای خاص بوده و به خاطر همین که غذای خاص بوده فقط پادشاه ها میتونستن بخورن عام آرزوش بوده که ما هم گوش بخوریم بعد که زیاد تمیشو زیاد تمیشو بیزنس میشه دیگه میفته تو همه گاو فروشه میخواد به تو گاو بفروشه میاد به تو دروغ میگه میاد الکی می که باید گوش بخوری هر روز دولت رو یا حداقل به دولت اطلاعات اطلاع اشتباه میده اینی که میگن باید گوش بخوری تا قوی بشی کاملا مزخرفه چون حیوانایی هستن که گوش نمیخورن و واقعا مثل مثل خود گوریل گوریل الان تو بذار با 20 تا مرد ظرف 10 دقیقه همشون رو تیکه پاره میکنه تیکه به اینجا پاهاشون میگیره جداشون میکنه فقط هم سبزیجات میخوره من نمیخوام برم تو یه مهمونی که 17 نفر ویگان باشه. من فقط من استک بخوام یه روم نمیشه بگم مستیک میخوام بعد بشینم لوبیا بخورم چون اون اتفاق نیفته از نفر اول میگم که به نفر 17 نرسه چون انسان گاویم سلوشن چیه؟ سلوشنی که ما باید بچه هاون رو ویگن درست بکنیم من نوعی نتونستم برای همین فکر نمی کنم خیلی راحت باشه این آبشه فکر نمی کنم واقعا واقعی باشه و کی از بین میره من نمیدونم ولی من واقعا می بینم یه روزی ساختمونی باشه که ورود گوش توش ممنوع باشه یعنی تو اگه تو ساختمون زندگی می‌کنی اجازه نداری گوش بخوری مثل همین یعنی که ساختمونی هست که توش سیگار اجازه نداری بکشی یا چل سال پیش حامله که میشدی دکتر بهت میگفت به نفت سیگار بکشی برای اینکه باعث میشه استرست بیاد پایین بچت بهتر از دنیا بیاد چقدر احمقانه است اینا یه دکتر داره تعریف میکنه من شنیدم میگه ما راه میرفتیم سیگار میکشیدیم بعد همه ما میجنگیدیم با اینکه نه سیگار بد نیست فقط چرا خاطر اینکه تو راه روی بیمارستان بتونیم سیگار بکشیم اینو دکتر داره میگه من نمیگه همین دکتری که داره میگه که احتمالا فکر میکنم این دکتر که دارم صحبتش میکنم کسیه که باعث میشه سیگار غیر قانونی بشه تو کل آمریکا و این خودش میگه میگه در اینکه ما نمیتونیم کارو بکنیم یا اینقدر طول کشید چون دکترها همه چرت و میگفتن چون خودشون میخواستن سیگار بکشن با گوشت اون اتفاق داره میفته ما هیچ جیبش لازم نداریم برامون بده باعث میشه مریضی بگیریم میکشتمون دنیا رو به گوه میکشه هم, هم سرویس میکنیم هیچ نوع عقل و شرفی وجود نداره که ما داریم چرا داریم گوه میخوریم فقط و فقط و فقط چون اعتیاد داریم از بچگی تقصیر خودمون نیست و اگه همینجور ادامه بدیم بقیه رو مسخره کنیم خرم از پل میگذره و میگیم آره ویگن بودن کار بدیه و ما باید گوش بخوریم این دو قانون بنده حالا نظر چی همین میشه اوکی باشه ولی من شخصا اومدم امتحان کنم و نتونستم چون ما اعتیاد داریم سخته مثل اینکه مثلا تمام زندگی از روزی به دنیا بیاد بهت هروئین بزنن بعد من تو سن 25 میگم آقا هروئین برات بده نزن نه نمی زنم اول داره میگه لازم خب چه مرض یا نمی زنم میگه جلو دیگه چه کاریه هیچ آدم عاقلی نمیتونه با بحث بگه که ویگ بودن بده و گوشخاری خوبه هیچ آدم عاقلی نمیتونه, نمیتونه بکنه فقط میتونی مغلطه کنی و آخرش میتونی بگی که من ترجیح میدم بعد باشم ولی خوشحال باشم مثل من که میگم ترجیح میدم های باشم ولی خوشحال باشم این دو قرون بنده راجع به ویگن بودن و همین یه ویدیو دو ساعته با رضا قرار درست کنیم راجع به این که جالب خواهد بود چون میگم رضا رز رضا ماشاءالله ونگ زیاد میزنه اونوری هم هست 100 درصد میگه اصلا کسایی که میگم ویگن گاو یعنی منو میگه گاو هم. مثلا این فکر میکنم خیلی جالب میشه بحثش اوکی دمتون گرم امیدوارم شب و روز خوبی داشته باشین چاکس